سلام دوستان عزیز حالتون چطوره؟ احسان هستم در این ویدیو میخوایم با همدیگه ببینیم ترس و ترسیدن رو چجوری میتونیم به آلمانی بیان بکنیم چندین واژه مختلف هست که تو قالب کلی جمله کاربردی یاد میگیریم حالتهای مختلفش رو که بتونیم تو زندگی روزمره یا تو امتحانهای آلمانی ازش استفاده بکنیم بیشتر از 300 فعل مهم آلمانی در deutschpersistivi.com در قسمت وربن در اختیار شما عزیزان هست میتونید اونجا کلی فعل آلمانی رو تو کلی جمله کاربردی یاد بگیرید یعنی هم در اصل با یه تیر دونشون میزنیم هم فعلا رو یاد میگیریم هم جمله سازی و کلی جمله کاربردی که تنها با حفظ کردن اونا میتونید به راحتی آلمانی صحبت بکنید قبل اینکه درس رو شروع کنیم حتما به عضویت دوچ و آلمانی با, با احسان در یوتیوب در بیاد که لینکش رو بالای تصویر براتون قرار خواهم داد خب ترس و ترسیدن به آلمانی حالت مختلفی داره ساده ترین حالتش که مطمئنم خیلی دوستان شنیدن و یا بلد هستن انگست هابن انگست یعنی ترس که با هابن میاد یعنی ترس داشتن هم معنی ترسیدن میده مثلا من میگم که ایش هاب انگست ایش یعنی من ترس دارم من میترسم ترس از چیزی داشتن رو با پرپوزیسیون فور میان فور همون معنی از میده درسته میگم که من از امتحان میترسم یا از آزمون میترسم ich habe angst vor der prüfung ich habe angst vor der یعنی من از امتحان میترسم بعد از فور هم داتیو اومده واسه همین دی پروفونگ شده در پروفونگ Manche Leute haben Angst vor dem Tod. Manche Leute haben Angst یعنی بعضی از آدما از مرگ میترسند تود یعنی مرگ. ترسیدن رو خیلی وقتا با انگس به استفاده میشه. یعنی من ترس گرفتم. همون یعنی مزونه ترسیدم. حالا میخوام یه ذرم تشدیدش کنم. یعنی بگم خیلی ترسیدم. تو خیلی وقتا از صفت تیغش استفاده میشه تیغش یعنی حیوانی ولی منظور خیلی شدیده اشهاب تیغش انگس بکام اشهاب تیغش انگس بکامن یعنی من خیلی ترسیدم من این میشه یا ترس خیلی شدیدی گرفتم حالا سر یه موضوعی یا چیزی منو ترسونده چون ما اینجا انگس اسم هستش با کاین من منفیش بکنیم که چون دی انگس هست میشه کاین. ایشب کاین انگست ایشب کاین انگست یعنی من ترس ندارم نمی ترسم. ایشکن کاین انگست بعضیها که دیگه میخوان یه مقدار حالا پرووال بدن میگن که ایشکن کاین انگست یعنی من اصلا ترس رو یعنی که اصلا ترس ندارم فعلمو کننه رسه کنن یعنی شناختن ایشن کاین انست و یا ایشب کاین انست همه حالت هایی که میتونید استفاده کنید میبینید که دوستان این فل... جملات رو راحت میتونید حفظ کنید و دیگه به این فکر نکنید که حالا اینجا باستی چی بذارم آکوزاتیو بذارم داتیو بذارم کاین بگم کاینه بگم نه اگر این جملاتی که ما طالب هم کار کردیم و شما از بر بکنید راحت میتونید به طور صحیح آلمانی صحبت بکنید همطور که دوستانی که در جمع ما بودن میدونن ما تا بیشتر از هزار ویدیو آموزش آلمانی داشتیم که همه و همه در چه در کانال یوتیوب دوچ پزشک تیوی چه در کانال یوتیوب آلمانی با احسان و چه در وبسایت دوچ پزشک و همچنین در تلگرام و اینستاگرام لینک های درس ها هستش میتونید به راحتی به همه درس ها دسترسی داشته باشید به کسی می‌خوام میگم نترس میگم نوا کنه انگست نوا کنه انگست یعنی نترس لزوم نره به ترسی تو زبان آمیانه مکی یه چیز باعث نگرانی و ترس و یا وحشت شما میشه میگن که دست مخت می انگست دست مخت می انگست یعنی این اتفاقی که افتاده اون چیز اون دست برمیگرده به اون چیزی که بوده دست مخت می انگست یعنی این باعث ترس در من میشه من میترسم از این موضوع باعث وحشت من میشه دست مخت می انگست که ببین که در از زمیر داتیو اومده میا فعل بعدی که داریم فعل فرشتن هستش فرشتن هم به معنای ترس، وحشت، ترساندن هستش خیلی وقتا به صورت رفلکسیو استفاده میشه زیش فرشتن خیلی وقتا استفاده میشه مثلا میگم که اون مرده میترسه که تنها بره تو جنگل یعنی تو جنگل رد بشه از این مسیری که بین درختها ها بخواد رد بشه فرشتت زیش الان دوشتن والد zu او فرشتد خودش، تنهای، دوستن ولد میشه. او فرشتد خودش، تنهای، دوستن وارد میشه. او فرشتد خودش، تنهای، دوستن وارد ولد تنهای، دوستن وارد میشه. جنگل یا وارد حالا تنهای، که چند تا درخت هستش وارد میشه. تنهای، که از اونجا بیاد بره رد بشه تنهای، دوستن وارد زیش فور دوستن Meine Oma fürchtet sich vor Erkältungen. مادر بزرگ من از سرماخوردگی ها میترسه یعنی نگرانشه باعث ترسش میشه درسته افرش زیش در میبینید که معنی فرش به معنی ترسیدن است همین که یه نگرانی هم نسبت به چیزی آدم داشته باشه میتونه از فرشتن یا زیش فرشتن استفاده کنه به جمله بعد دقت کنید میگم که Mein Opa fürchtet für seine Gesundheit. من, فو من فو دیگه اینجا رفلکسیو نیست درسته اوپا هم یعنی پدر بزرگ در زبان آمیانه میگم پدر بزرگ من در اصل نگران سلامتیشه درسته یعنی حواسش به سلامتیش هست دقت میکنه پس میبینید که پوزیسیونش با فیر اومده درسته یعنی به معنی ترسیدن نیست دیگه اینجا بلکه دیگه اوپای من حواسش هست به سلامتیش دقت میکنه در از توجه میکنه به خودش میرسه برای سلامتیش میتونم از فرشتن استفاده بکنم میبینید که چه معنی های مختلفی میتونه داشته باشه از خدا ترسیدن میشه گوت فرشتن دو زولز گوت فرشتن یعنی تو باعثی از خدا بترسی دو زولز گوت فرشتن حالا میگم لازم نیست به ترسی دو براوس نیست تو فرشتن دو براوس نیست تو فرشتن یعنی تو لزومی نداره که به ترسی نمیخواد به ترسی لازم نیست به ترسی در خیلی مواقع فعل براخن استفاده میشه موقعی که میخوام به یه چیز دیگه وصل کنم مثلا میگم لازم نیست به ترسی دو براوس نیست فرشتن دو براوس نیست گین لازم نیست بری تو براوس نیست انسروفن لازم نیست که زنگ بزنی و غیره میرسیم به فعل سوممون که فعل اشغکن هستش اشغکن و یا زیش اشغکن که اگر زیش بگیره حالت اومگانگ زیش باخلیش میشه یعنی زبان آمیانه میشه این هم به معنی ترس و وحشت حالا ایجاد کردن برای کسی و یا ترسیدن و یا ترساندن هستش معمولا موقعی که آدم میترسه این اتفاق افتاده میگه من ترسیدم دیگه درسته یعنی به فرض یک ثانیه قبل ترسیدی حالا میگه من ترسیدم پس جمله ها بیشتر حالت پرفکت استفاده میشه بعد دقت کنید که هم با زاین میاد هم با هابن میاد ich bin erschrocken ich یعنی من ترسیدم ich bin تو زبان آمیانه همینو میگن که ich habe mich اشهاب میش اشخاکن یعنی من ترسیدم وحشت کردم یه اتفاقی افتاد درست جا خوردم اشهاب میش اشخاکن تو زبان آمیانه اگر شنیدید که پارتیسیبتسوایه در از این فیل دو حالت مختلف دور دوستان پارتیسیبتسوایه هم اشخاکن میشه هم اشغکت معمولا ما که کسی خودش به ترسه از فعل رفلکسیو اشخاکن استفاده میشه زیش اشخاکن اگر کسی رو بترسونید برای کسی که باشه پارتسیپ اشخکت میشه ولی هم گفتم در زبان آمیانه ممکنه همه چیزو رو بشنوید پس هم میشه بگیم که ایش میش اشخاکن هم میتونم بگم که ایش به میش گنسشون اشخکت ببینید که هر دو حالت گفته میشه دومی دو هم تو زبان آمیانه هستش پس اگه جای شنیدید که یه جا میگن اشخاکن یه جا میگن اشخکت تعجب نکنید میش میشگند شون اشخکت یعنی من حسابی ترسیدم خیلی ترسیدم وحشت کردم موقعی که یک کسی یه کسی یهوی جلو سر راه کسی سبز میشه یا یهوی میپره جلوش یا باعث ترسش میشه اون طرفی که ترسیده میگه او منو گوته زیها میش اشخکت شما من رو ترسوندید یعنی اوی من وحشت کردم یو شما رو دیدم حالا سر رام سبز شدید و پریدی جلو و هر چیزی اومن گوته اومن گوته همون اومن گوت هستش یعنی همون ای خدای من میتونید معنیش بکنید زی هاب میش اشخکت منو ترسوندید به این جملات دقت بکنید میگم که هاب ایش دیش ترسوندمت باعث ترس درت شدم وحشت کردی و یا habe ای ich اش آیا من شما رو ترسوندم محترمانه؟ طرف در جواب میگه که یا دو هست میش اشخکت و یا یا زی هاب میش اشخکت من رو ترسوندید حالا من میخوام بگم که من ترسیدم میشه اش هاب میش اشخاکن اش هاب میش اشخاکن میبینید در این سه جمله یه جنبندی فعل اشخکن بودش دوستان عزیز بله رسیدیم انتهای این درس امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه به عنوان تمرین جواب این سوال رو میتونید در کامنت بنویسید ها به اشتیش اشخیکت ترسون نمت با لایک کردن به اشتراک گذاشتن ویدیو با دوستاتون و کامنت گذاشتن میتونید از کانال خودتون دچ پزشکی حمایت بکنید من خیلی درس ها رو بنا به خواسته شما عزیزان آماده میکنم این درس رو هم خواسته چند تا از عزیزان بود که در کامنت ها نوشته بودن اگر شما هم میخواید راجب واژه یا گرامری بیشتر بدونید میتونید تو کامنت ها بنویسید اگر من اون درس رو قبلا درست نکرده باشم براتون حتما آماده خواهم کرد این نکته هم بگم که هم گفتم ما بیشتر از هزار درس آموزش آلمانی تا الان داشتیم که شاید خیلی از سوالات شما موضوعی باشه که ما قبلا کار کردیم واسه همین توصیه میکنم حتما در یوتیوب و یا وبسایت dochpazishtv.com جستجو بکنین شاید درسی که مد نظرتون بوده رو پیدا بکنین تا ویدیوهای آینده بدرود دوستان من